این بورد با بورد تلویزیون دیگه متفاوته. یه پین داره تحت عنوان PS-ON، پس کارتونا تخلیه نمیشه، پس در نتیجه ولتاژ بالا رو هنوز دارن. تست میکنن. بله، اوم پایینی رو نشون میده تو خروجی. خب خروجی سلف رو اندازه میگیریم. بله، تا 33 ولت و 3.3 دهم ولت رفت، اصلا جریانی نشون نمیده. حالا همین 5 ولت اگه به 12 بزنیم، بله، این مواقع یه قطعه داغ میکنه، معمولا بین آکسی باشه یا پردازنده اصلی باشه یا هر چیزی. سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه، به کانال خودتون چارسو خوش اومدین. امروز یه تلویزیون LED سامسونگ داریم که متاسفانه روشن نمیشه. با هم دیگه بریم رو میز کار و بازش کنیم ببینیم آیا میشه مشکلش رو برطرف کرد یا نه. مدل دستگاه همونطور که میبینید اینجا مدل دستگاه رو زده. خب حالا میریم که دستگاه رو به برق بزنیم، با هم دیگه چک کنیم. اینجا ما کلید هاوی رو داریم. به محض اینکه خاموش میشه دوباره روشن میشه. من ولتاژ گیر کردم، ظاهرا ولتاژ منبع تقلیه تا حدودی درسته و به محض اینکه دستور پاور صادر میشه منبع تقلیه کلا ولتاژ رو میبنده و به برد اصلیمون، برد تصویر نمیرسه. حالا میبرم رو میز کار بهتون دقیق‌تر نشون میدم، با من پس همراه باشید. خب دوستان برگشتیم به میز کار، میریم برای ادامه ابیابیمون. من دوباره به برد تغذیه رو به برق متصل میکنم. خیلی خوب، همونطور که بهتون گفتم ظاهرا ولتاژ به برد اصلی نمیرسه. من طبق ولتاژ گیری که از این برد پاورمون کردم این نتیجه رسیدم که احتمال زیاد پاور باید سالم باشه. حالا بهتون میگم چرا. این بورد با بورد تلویزیون دیگه متفاوته. یه پین داره تحت عنوان PS-ON که قسمت خروجیه، میاد توی بورد مین اصلیمون. مین اصلیمون اگه مشکلی نداشته باشه و از نظر سخت افزاری اتصالی به هر دلیلی، یا اینکه فایل پروگرام بایوسش اگر و یا هاردش اگه مشکلی نداشته باشه، دستور فعال شدن رو به بورد پاور میده و بورد پاور هم ولتاژ اصلیمون رو به بورد تزریق میکنه. ولتاژ اصلیمون 12 ولت و 5 ولت که این دو تا خازنه، این خازن اینجا 5 ولت، خازنه که اینجاست و این هم 12 ولت. خب من مولتی متر رو حالت تست دی سی گذاشتم، همونطور که میبینید. خب یه ولتاژ میخوام اندازه بگیرم، میریم که تست کنیم. خب این پنل لمسیمون اینجا داریم، میبینید که پاور دکمه پاور این قسمته. من روی یک دونه از خازنه ها میگیرم، فرقی نمی کنه 12 یا 5، حالا من 12 میذارم، لمس میکنم این قسمت رو. شما منبع تغذیه رو هم بگیرید تا 12 ولت رفت و دوباره برگشت. 5 ولت هم همینطور، دوباره 5 ولت رو تست میکنیم. همونطور که دیدین 5 ولت هم یه لحظه میاد و میره. این نشون میده که بورد پاورمون احتمالا باید سالم باشه و مشکل باید تو قسمت بورد اصلیمون باشه، بورد پردازشیمون. خب من اینو از برق جدا میکنم، این خازنه روی بورد، چون مدار کاملا از کار افتاده پس خازنه تخلیه نمیشه، پس در نتیجه ولتاژ بالا رو هنوز دارن. تست میکنم. بله 230 ولت داره. باید دیود میذارم و دو سر خازنه رو با دیود جابجا میکنم، باعث میشه که شارژ خازنه تخلیه بشه. از من پرسیده بودین که این کار باعث میشه، باعث نمیشه که مولتی متر خراب بشه، و بگم که نه، تا بار برای من پیش نیومده مگر اینکه مولتی مترتون از
مولتیمترای ساده و بیکیفیت باشه. خیلی خوب، تو این موارد چیزی که من طبق تجربه من این اتفاق میفته معمولا مشکل از برد پردازشه، در این شکی نیست. ولتاژ یه جا دوچار اختلال شده، دوچار اتصال کوتاه شده و این اتفاق باعث میشه که ولتاژ اصطلاحا هم بخوابه توی برد تغذیه‌مون و ولتاژ رو به برد اصلی تزریق نکنه. خب ولتاژ پس وارد مدار میشه، یه جا اتصالی داره، فرمان خاموش شدن برد تغذیه رو میده برای اینکه اتصالی باز نشه که قطعات که اتصالی داره دوچار سوختگی و حتی آتیش‌سوزی بشه. خب برد تغذیه رو ما یه کناری میذاریم، بهش کاری نداریم فعلا. میریم سر وقت برد اصلیمون. یه سری ولتاژایی رو باید به تستایی رو باید انجام بدیم. خب من رو حالت بازر بوق میذاریم. خب اینجا چند سری سلف داریم که این سلف هایی که اینجا میبینی سلف های خروجی اسپیکرمونه. دو تا اسپیکر داریم، یک دونه فکر کنم ساب ووفر باید باشه اینجا. خب چهار تا هم اینجا داریم، یه دونه سلف اینجا داریم، اینا سلف های تغذیه هست که اینجا داریم میبینید و دیگه چیزی نمیمونه. خب بریم اتصالی ها رو بررسی کنیم. از این سلف تغذیه شروع کنیم. بله اوم پایینی رو نشون میده تو خروجی. سلف های آیسی صدا رو چک میکنیم، خروجی هاشون رو مشکل نداریم. اینجا ما چهار تا رگلاتور میبینیم که پایه وسط پایه خروجی مونه غالبا و پایه سوم هم پایه ورودی ما هست. این باید مصفت باشه، کاری نداریم. بله پایه اول و پایه دوم و سوم این رگلاتورها اتصالی نشون نمیده. اینا ترانزیستوره که پایه وسطشون به بدنه خورده. خب اینجا دوتا تغذیه داریم که اتصالی داره، البته ظاهرا اتصالی نشون میده، معلوم نیست. من به تغذیه دوباره میارم یه تستی رو انجام بدم از یه چیز مطمئن شم. این تغذیه اینجا میبینید معمولا تغذیه آی سی و چیپه، ممکن آی سی اصلیمون باشه، امیدوارم که آی سی اصلیمون نسوخته باشه. خیلی خب دوباره من برق رو متصل میکنم، یک چیز رو من تست کنم شما هم ببینید. دوباره مولتیمتر رو میارم اینجا، منفی رو متصل میکنم، رو حالت تست دی سی میذارم. خیلی خوب، حالا من خروجی همین سلف هایی که اینجا بود و اتصالی داشت و اندازه میگیرم. اینجا شما ببینید. خب من یک بار کلید پاوی رو میزنم، کلید پاوی چون لمسیه من دستکش دارم ممکنه کرده. من خازن رو دوباره تخلیه کنم.
اسباب خروجی سلف رو اندازه میگیریم. بله، تا 33 ولت و 3.3 ولت رفت. دوباره چک میکنم. بله، حالا این سلفی که اینجاست هم همینطور. بله، تا 1.1 ولت تغییر کرد. پس احتمالا این دوتا فاز تغذیه همون سالمه، احتمال میره سمت چیپ. خب تو تجربه‌ای که من دارم معمولا ولتاژ ورودی این دستگاه، ولتاژ اصلیمون معمولا یا 5 ولت و یا 12 ولت وقتی که ولتاژ در واقع تو مسیرش اتصالی باشه این اتفاق میفته. اینجا همینطور که میبینید اینجا یک نقشه رو کشیده، این دو تا پایه 12 ولته، این دو تا پایه هم 5 ولته. دو تا پایه اینجا من به اینا یه دونه ولتاژ 5 و 12 تزریق میکنم. خب دوستان، من یه دونه همطور گفتم 12 ولتی رو من تزریق میکنم به این مدارمون. میذارم اول روی 5 ولت تنظیم میکنم، اگر تا اینجا بیتون لذت بردین و خوشتون اومد خوشحال میشم که با لایکتون از من حمایت کنید. خب این یه دونه 5 ولت اینجا داریم. جریانش هم چیز اولوش 1.3 آمپره، زیاد بالا نمیبرم. خب خب من به 5 ولتی که اینجاست، اینجا اگه بتونید ببینید شما دو تا 5 ولت اینجا داده، بله جریان ناچیزی رو بهمون نشون میده، اصلا جریانی نشون نمیده. حالا همین 5 ولت اگه به 12 بزنیم، بله دوباره میبرم رو 12 ولت، تا 1 آمپر داره بهمون نشون میده و این اصلا خوب نیست. نشون میده تو شاخه 12 ولت یه مشکلی ما داریم که داره بهمون 1 آمپر رو نشون میده. تو این مواقع یه قطعه داغ میکنه، معمولا بین آکسی باشه یا پردازنده اصلی باشه یا هر چیزی، ماسفتی چیزی باشه داغ میکنه، باید دست روی قطعات مختلف گذاشت ببینیم که کدومش داغ میکنه. این آکسی که اینجاست داغ میشه، از آیسی هایی که روی برده ظاهرا تا 1.2 آمپر هم داره جریان میشه. من با الکل کمی روش میزنم شما این بتونید ببینید. میاریم نزدیکتر، 12 ولت رو اعمال میکنیم به این برد پاور، به برد تصویرمون. خیلی خوب، اینجا شما اینجا میبینید آیسی رو 12 ولت رو من اعمال میکنم، همطور که میبینید دوباره بله این آیسی داره داغ میکنه، ظاهرن که باید
بعد میدونم 12 ولت مستقیما توی آی سی بره. اتفاقا این آی سی که اینجاست اوهم پایین نشون میدن، در اوهم پایینش همین آی سیه، 3.3 ولت یا 1.1 ولت بعد میره توی این آی سی. و این آی سی چون مشکل داره کلا ولتاژ رو میخوابونه، اتفاقا پایه ورود 12 ولت به یکی از این آی سی ها میره، چون این اتصالی داره کلا برق و فرمان قطع برق رو میده سریقه این بورد. این آی سی هم تو مشخصه آی سی اچ دی ام آی باید باشه، چرا که مسیر اچ دی ام آی میاد تو این آی سی. خیلی کم پیش میاد آی سی اچ دی ام آی بسوزه، مگر اینکه بر اثر خرابی دستگاهی که از سمتش اچ دی ام آی میاد توی تلویزیون، مثل PS4 PS5 هر دستگاهی دیگه، دستگاه دیجیتال هر دستگاهی میکنه باشه، خرابی خود سوکت رد و برق اینجور چیزا نمیدونم، فکر نکنم. خب کاری نداریم، این آی سی داغ میکنه 12 ولت تو مسیرشه، میریم آی سی رو در بیاریم. حالا من آی سی رو در آوردم از اومدار از کار، بریم که دیگه بهش برق تزریق نمی کنم، طریق خود این بورد تست می کنم ایمن تره، بریم که ببینیم آیا مشکلش برطرف شده یا نه، مشکل جای دیگه هم هست. خیلی خب، برق من دوباره متصل می کنم به این دستگاه، کلید آف و آن رو میارم، سعی میکنم اگر بله این دفعه شروع میکنه به چشمک زدن، ولتاژ گیری میکنیم، خزانه خروجی رو اندازه میگیریم. بله همونطور که دیدین این خزانه خروجیمون 12 ولت نه 5 ولت رو به همون میدن، خیلی خوبه. ولتاژ خروجی این آی سی رگولاتورمون اینجا 1.3 الان 3.5 ولت شده، احتمالا همین باید تغذیه آی سی بوده باشه. اینم 1.2 ولت عالیه، چیز دیگه نمیمونه. بعد دستگاه رو بریم روی تلویزیون روی خود قاب ببندیم ببینیم آیا تصویرم میده یا نه. خب دوستان من قاب بردار روی قاب گذاشتم، همونطور که این آی سی مون دیگه نیست، آی سی اچ دی ام آی مون بردار اچ دی ام آی رو میبینه. خیلی خب حالا بریم که دوباره تست کنیم، امیدوارم که اذیت نکنه ما رو. کلید پاور بله صداش که در اومد، اینجا نور باید داشته باشیم، بله این نور بکلایتمونه، خوشبختانه این کار افتاده. بله اینجا داریم میبینید کابل سیگنال رو نمیدونم چیکار کنید. خب این دستگاه تعمیر شد، البته تقریبا فقط نیازه که آی سی اچ دی ام آی رو پیدا کنیم و سر جاش بذاریم، شاید پیدا نشه، معمولا باید بگنیم توی اوراقی این مدل از بوردا براش پیدا کنیم، امیدوارم که بشه پیداش کرد. من بگرنه پیدا میکنم سر جاش میزنم. در این حد شما فقط این موردهایی که گفتم رو یاد بگیرین خوبه، موارد تعمیریه ممکنه بعدا به درتون بخوره، امیدوارم تونسته باشم چیزی بهتون یاد بدم. اگر از ویدیو خوش اومد من لایک رو بکوبین، یه ویدیو دیگه هم دارم بالا میزنم در رابطه، تا دیداری بعد و تعمیری بعد، خداحافظ.